در فیلم درباره لی ساخته موفق اصغر فرهادی، گلشیفته فراهانی نقش سپیده را بازی میکند. زن جوانی که دوستش الی در دریا غرق می شود و همه گروه دوستان به قضاوت های عجولانه درباره الی می پردازند. گلشیفته که بازی با کارگردانانی چون داریوش مهرجویی و بهمن قبادی را تجربه کرده، کار با اصغر فرهادی را تجربه جدی در روزهای سخت زندگیش می داند. کار با آقای فرهادی هم بله، خیلی ایشون کارشون خیلی خوب بلدن و از اون دسته کارگردانی هم چون کار کردن با اینجور کارگردان ها که به هر قیمتی که شده کاری که می خوان رو در یعنی به هر قیمتی که شده، یعنی مثلا میشه قیمتی هر قیمتی که شده نمی دونم به... یعنی کار براشون اولویت اولو داره تا روابطه، یه میدونم برای من اینطوری بودم و این برای من خیلی با ارزشه. خیلی خوشی خوبیه فکر میکنم، منتها در اون زمان ممکنه خیلی خوش نگذره ولی در نهایت نتیجه کار خب خیلی خوب میشه. من همیشه اینو میدونم چون تجربهشو کردم و میدونم که آدمایی که اینطوری کار میکنن یعنی که یعنی خیلی این مقدس کار براشون و خب خیلی خوبه دیگه. دلت برای کار تو ایران تنگ شده؟ میکنه نه؟ وقتی صحبت ایران میشه؟ آره اصلا ایران میشه اصلا یه چون دیدم خیابون ولیعصر و درخت و موشای خیابون میگم انگار میگم آره خیلی به حال ایران یه شب با این دوستان تو پاریس همه آدمایی که به حال بر نمیگردن مدت که برنگشتن صحبت میگم همه همون داریم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم به اسم ایران و ایران کجاست؟ اصلا چیه این ایران؟ زن مرد چیه؟ خیلی عجیبه. ولی کار تو ایران راستشو بگم شاید غمگینه و شاید خیلی ها رو ناراحت کنه این حرفی که من میزنم، خیلی از مردم رو شاید ناراحت بکنه، ولی راستشو بگم من زمانی که اون کار رو انجام دادم در هالیوود و برگشتم ایران در واقع درباره الی پروژه بود که من چرا میگی اون کارو نمیخوای اسم فیلمو بگی؟ اسمشو نیاره اون کاری که وای استغفر الله کار همین اندامی از دروغ نمیدونم چی ترجمهش کردن. به هر حال سینما برای من اصلا عشق اول و آخر زندگیم بوده و خیلی انگیزه داشتم همیشه براش، خیلی پر از انگیزه بودم همیشه در بودم در این همون دارم همین رو توضیح میدم. و اتفاقی که افتاد دیدم که وقتی که بعد از اینکه اون کار انجام دادم وقتی برگشتم ایران و درباره الیو کار میکردم در واقع شاید درباره الی به لحاظ بازیگری اون من خیلی کارهای مختلف بازیگری کردم، اشک سرما می مثل مادر اینا کارهایی بودن که خیلی کار بردن، واقعا کارهای راحتی نبودن، ولی من فکر می‌کنم به لحاظ بازیگری درباره الی سخت‌ترینشون بود، خیلی کار سختی بود. بعد در واقع هر چی کار سخت‌تره لذتش باید بیشتر باشه چون انگار بچه بزرگتری داره به دنیا میاد و بعد از زایمان لذت بیشتری داره، ولی عجیبه که این لذت دیگه نبود. فیلم درباره الی در روزهای فیلم برداری شد که گلشیفته به خاطر ممنوع الخروج شدن از ایران در شرایط روحی سختی به سر می برد. او در سال 2008 بعد از بازی در فیلم Body of Lies در کنار لئوناردو دیکاپریو به ایران بازگشت اما ممنوع الخروج شد. او سرانجام توانست همراه همسرش امین از ایران خارج شود و حال مقیم پاریس است. در طول این مدت به رشته اصلیش موسیقی بازگشته است و با محسن نامجو هنرمند ایرانی دیگر مقیم اروپا کنسرت‌هایی برگزار کرده است. در واقع استعداد ژنتیک هم بیشتر توی موسیقی هست و الان دارم یه ذره برمیگردم چون الان میتونم صدام در میاد، میتونم بخونم. چه قطعه‌ای بود با محسن نامجو خوندی؟ خیلی توی قطعه ها برگوشتم هم خواهی یکم نشون بدی اول بدر همش دلم میگیره همش دلم اسیره خنجر زدم خوب نشد بلبل زدم جور نشد ولی مال ما جور شد جور میشه همه چی خوب میشه ایران هم همه چی خوب میشه همه چیز رو به بهبوده انشاءالله. نازی بگلری، صدای آمریکا، ابوظبی.